گوش کن ببین به چی میگم. فردا تو هم باید با من بیای، یعنی تنها نرم بهتره. میگم مدیر برنامه‌می. نه قربونت، من نیام بهتره، هر کاری کنم به یه منظور دیگه ای برداشت میشه. اصلا میخوام یه مدت دوری کنم از فک و فامیل. جان به نظرم تو به جای من بیشتر حواست به ایرماک باشه، سوارت شده خبر نداری. وا چه ربطی داره، چرت و پرت نگو. دختره واسه اینکه به من کمک کنه دست به هر کاری میزنه، رفتی کلی وسایل خریده که دوباره نقاشی رو شروع کنم. مشکل اصلی میدونی کیه؟ اون سرمته، به خاطر اینکه سلام علیکم منو با دنیز قطع کنه دست به هر کار مسخره ای زد. واقعا میگی؟ دقیقاً همینطوره. باش، از من گفتم بودا. خوبه. خیلی خوب. میبینمت. خیلی خوب. صاحب گالری رو فرستادی بره؟ چی فرستادم؟ صاحب گالری. من همچین چیزی نفرستادم. داداش ممکنه فرستاده باشیم. پسر من به کسی چیزی؟ من برام تعریف میکنم. برو پایین تا بیا. چرا پایین؟ خب بریم تو آشپزخونه. گوام شو پایین. خب چی شده؟ فیرات حتما باز علی بدون اجازه سرمت یک کاری کرده، من چه میدونم. چی؟ خانوم دلم، تو روز عروسی ما هم نرخصیده بودیم، به دلم بد جوری مونده بود. بیا بیا بلندشو، میخوام با هم نرخصیم. بیا 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 بیا. دیوونه رو ببین. فیرات فیرات تو این روزا بازم خیلی خوشگل شدی خانم. فیرات میدونستی اولین باره اینقدر خوشحالم؟ خیلی خوشحالم. سر دیگه با تو دوتا جیگر دارم عشقم. دختر باشه، دختر قبوله، دختر پس به توافق بسن. رسیدیم. ملکه بد اخلاق من، ما هیچ وقت نمیتونیم مثل اینه باشیم. تو هم فقط به خاطر همین موضوع یه روز میذاری و میری. هیچ وقت نمیتونی منو اینطوری بین دستت بگیری. منو تو هیچ وقت همچین لحظه‌ای رو تجربه نمی‌کنم. علی آقا، میدونستم به خودم، میدونستم این دفعه من اینجا ول نمیکنی داداش. با ما دیگه امری ندارین؟ نه بری بیرون دارم قف کنید. چی شده داداش؟ خیره ایشالله. فهمیدم. داشت سرمک تو رو انداخته اینجا نه؟ یه کاری کردی رفتی یکی رو کشتی دیگه. کیو کشتی داداش؟ ببین میدونی چیه؟ سال های سال مثل زنجیر واسه داداش سرمت کار کردم تو از این زن داداش نارین خلاص شو متوجه دنیز خانوم بشه، ولی تو یه شبه همه چیو خراب کردی، گن زدی به همه چی. داداش لعنت خدا بر تو میخوشم. داداش علی ولش کن. داداش علی این خاک تو سرت. داداش علی، داداش علی ولش کن. معلومه که
علی سر خود باز یه کاری کرده. چطوری حرفتو باور کنم؟ علی بی خبر از تو نفسم نمی کشه که. خب من علیو مدیرش کردم، حقوقشم زیاد کردم، این وسط یه خوره حساب کتابا عوض شده، به خیال خودش میخواد موضوع جانو جمعش کنه. چیزی به نام موضوع جان نداریم، نداریم. تو چرا نمیخوای متوجه بشی؟ همچین چیزی نیست. تو اصلا کجا میدونی که علی همچین کاری کرده؟ تو گوشش اینطوری عکس رو دیدم، جانم عکس علیو با اون یارو انداخته. چرا؟ چرا همچین کاری کردین؟ چرا شما با آرزوی اون بچه بازی میکنین؟ اونم تو همچین شرایط سختی، دلش سوخته، امیدش خاموش شده، گناه نداره. چرا این کارو کردین؟ این جان دیگه چه جور آدمیه؟ زود از فرصت استفاده کرد. خیلی خوب برد پرت کنه، ماشاءالله. بگو چی پر شده؟ کی تونسته پر کنه؟ همه چی واضح معلومه، چه پر شدنی؟ وایسا فیراز، فیراز شما ها میخواییم تا صبح برقصین؟ اگه میخواییم برقصین من کار زندگی دارم، باید برم. نه نه، میریم، همه با هم میریم، مگه نه؟ خب پس زود باشین دیگه. داداش باید فردا قضیه اون رستوران رو حل کنیم. باشه، حل میکنیم، نریم. خوبه دنیز جون دیگه، بیا با هم بریم، بیا. خیلی خوب، شما دوتا بریم بیرون، منم بیرون. بازم پیش شما بیان. چی شده داداش؟ داداش میدونی که من باید برم، بالاخره نارین و بچه و ازت خواهش میکنم تم زیادی نخور. باشه؟ باشه داداش، من یه سر بزنم زود برمیگردم، تو همینجا باش. خیلی خوب، صداتون در بیاد ببینیم. عزیزم چه صدایی دوست داری ها؟ اردک، مرغ، گربه ها؟ ببینم شما ها چتون شده، از وقتی اومدی رستوران فاز برداشتیم، مشکلتون با هو چیه ها؟ زود باشیم بگیم ببینم. وا فیرات، ما چه مشکلی میتونیم داشته باشیم؟ چیزی نیست، هیچی. یعنی مثلا چی میتونه باشه ای بابا؟ آره. دنیز سوران شما ای؟ بله خودم هستم. میخواستم راجع به یه موضوع مهمی با هاتون حرف بزنم. در چه موردی؟ بگی. راجع به نامزدم هالوک ایرماس. چی گفتی؟ نامزد؟ ما 2 ساله که نامزد کردیم، برنامه‌مونم اینه که پاییز امسال ازدواج کنیم. فقط من اومدم اینجا تا ازتون بپرسم شما با نامزد من چه سنمی دارید؟ آخ من نمیدونستم. واقعا خوب تو دستش انگشترم نبود، واقعا نمیدونستم باور منو نگاه کن، از هالوک باید دوری کنی، فهمیدی؟ دفعه بعد دیگه بهت تذکر نمیدم، خیلی ناراحتت میکنم، خیلی خیلی. ببینم تو با کی داری اینجوری حرف میزنی ها؟ با چه جرأتی با این دختر اینجوری حرف میزنی؟ این دختر از کجا بدونه؟ مگه تو دستش انگشتر بود؟ تو حواست به نامزد خودت باشه که داره با این اون تیک میزنه؟ آره خب، وقتی دور و برش آدمای بی کلاسی مثل شما باشن همینطوری میشه دیگه. دلش کن بابا، 2 سال نامزدین ولی نگرفتتت، واسه همین داری هرس میخوری، ولی داری همینطوری به این اون گیر میده. ناری. مثل اینکه تو حالیت نیست، داری گول میخوری دختر. آره باشه. بی تربیتا، منم بلدم این شما هر بده بکشم و بی کلاس بازی در بیارم. آناتی داری چی کاری کنی؟ منو ندیدی؟ کردی کی هستی؟ ببینم وایسا پرنو نیدی نزدنم یه جلو ببینم. چی شده؟ بیا خودت ببین. آبرو ریزی بیچاره شدم، وای خدایا بیچاره شدم. اون دختره یه عوضی خبرنگاره رو با خودش آورده بود اینجا، وگرنه خبرنگاره اینجا چه غلطی میگردن؟ عمو منو میکشه. اوف
بفرما خودشه، عمومه جواب بده. اصلا جانم عمو جون، خبر رو دیدم عمو جون، اما من میتونم بهتون توضیح بدم، باشه؟ چشم، خودم رو سری میرسونم. چشم. بیا بگه چی اصلا؟ بیا دیگه بیا. نه اصلا من تنها نمیتونم برم، اما منو میکشه، تو رو دوست داره، فقط کافی دو تا جمله بهش بگی. مگه اون پسر عالی نبود؟ مگه مرد زندگیت نبود؟ میخواستی با کسی که دو روزه میشناسیش ازدواج کنی ها؟ اینطوری بود داره؟ عین چی خودتو میندازی وسط؟ آخه مگه مجبوری دختر؟ چرا این کارا رو میکنی؟ چی داری میگی؟ پاشو بیا. بیا بریم. بریم که اینطوری میشه. یه کاری کردم. آخه من اصلا نزن دیگه. بریم دیگه. بریم تمومش کن. تو اصلا بلد نیستی دروغ بگی. یه جورایی داره حسودیت میشه، همچین بگی نگی حسودی. حسودی؟ فیرات میدونی که از همون اول من نسبت به تو حساس بودم، همین. آی ببینین ساعت چنده، پاشین برین تو جاتون. پاشا دیگه دختر، دیر وقته، دندوناتونم مسواک بزنین. شب بخیر. شب بخیر مادر. شب بخیر بچه ها. رجب چته؟ چند روزه یه گوشه کس کردی؟ چیزی نیست. مگه میشه چیزی نباشه؟ علی اینقدر میاد و میره، تو رو خدا بگو چیه؟ اگه بلایی سر من بیاد، بدون پول از بچه های برادر چجوری نگهداری میکنی؟ ای خدای من، بگو ببینم چیه، قراره چی بشه؟ بگو دیگه، شاید تونستیم یه راهی پیدا کنیم و حلش کنیم. همینطوری گفتم، مسئله ای نیست که بخوایم حلش کنیم. خوش اومدی خواهر. ممنون ایرماک جان. شنیدی که سرمت چه بلای سر جان آورده؟ فاجعه است. باید از این کارش خجالت بکشه. اون گالری برای اون بچه یه امید بود. نمیخوام راجع به این موضوع حرف بزنم. خب حرف نزن. حرفی نداری. با یه اشاره سرمت جانو انداختی بیرون. به نظر منم حرف نزنی خیلی بهتره. ایرماک، من نمیخوام جان امیدوار بشه. تو اون بچه رو آوردیش تو این خونه، باعث این اتفاقا تو شدی. تو منو مقابل کسی که دوستش دارم تو شرایط سختی قرار دادی. بابا من از مراسم عقدم فرار کردم به خاطر کسی که عاشقش بودم. تو به من و احساسات من اصلا احترام نمیذاری. احترام؟ خواهر جون تو به کدوم یکی از احساسات من نسبت به فیرات احترام گذاشتی؟ چون تا جایی که یادمه تو همیشه طرفدار نارین بودی. ایرماک فیرات تو رو نخواست، فیرات نارین رو انتخاب کرد. این پنبه رو از تو گوشه در بیار، بسه دیگه. من برای وضعیت جون ناراحتم، به اونم فکر میکنم، درکش میکنم، شرایط سختی داره، میخوام بهش کمک کنم، اما از این که بخواد دوباره امیدوار بشه میترسم. به همین خاطر از طریق تو دارم کمکش میکنم. روک بگو از سرمت میترسم. جدی کاسه ای صبرم رو لبریز میکنی؟ اگه پیشنهاد از سمت من باشه جان قبول نمیکنه. میدونم تو الان یه جایی رو اجاره میکنی، گالری باز میکنی، طوری که انگار مال خودته. اونم اونجا یه خونه برای خودش درست میکنه، زندگی میکنه، نقاشی میکشه، نمایشگاه میذاره، تو هم رفت و آمد میکنی. خسارتشو از عشقت بگیر، هرچی باشه اون گالری رو آتیش زده. آره خب راست میگی. راستش ایمارک جون، من تصمیم دارم در مورد این موضوع تحقیق کنم، همین مسئله آتیش سوزی. حالا میبینی همه چی که روشن شد بعد میشینیم راجبش حرف میزنیم. نیست که خیلی خنگه، همه جا یه رد پای از خودش میذاره. اینا یه مافیای بین المللی ان خواهر جون، مواظب باش وقتی دستشون روشه نکشنت. ایرماک برو جایی رو که میخوایم فردا باز کنیم پیدا کن. بلند شو، زود باش. علی کلت خوب کار میکنه، اما زمانش رو تشخیص نمیدی.
تازه دو سه روز پیش به خاطر خنگبازی فیراد بمبمون ترکید. حالا تو برداشتی بغل دست دنیز قضیه نقاشه رو درست کردی. داداش من خواستم موضوع رو ماسمالی کنم بره. خب خنگه، وقتی میخوای خوبی کنی چرا گیر میفتی؟ جان برداشته عکسای شما رو انداخته، برده اونا رو به دنیز نشون داده. داداش من فکر کردم که نقاشی آدم خنگیه، واسه همین بیخیال بودم. آخه خنگول، اگه این آدم خنگی بود الان ما داشتیم راجع به اون حرف میزدیم. خر بسه دیگه، از دست خنگ بازی های تو خسته شدم. رفت میفرستی آنتاریا، تو هم با تاتیانا ازدواج میکنی اینجا میری. تاتیانا یعنی از اینجا اخراجم میکنی؟ نه ری اخراجت نمیکنم، فقط به رابطمون یه ذره زمان میده. من میدونم این زمان دادنا به کجا کشیده میشه. واسه من شاخبازی در نیار انتر. تاتیانا رفته بودم استقبال آقا فیراد. بفرمایید، خوش اومدید. ببینم باز توی خونه چه خبر شده. به خاطر این علی خنگ قیامت بپا شده. تاتیانا با شوهر عزیزت برین خونه ببینین و وسایل بخرین. من با اون ازدواج نمی کنم، اون یکی دیگر رو دوست داره، من باهاش چیکار دارم؟ چی شده؟ کی کیو دوست داره؟ بس دیگه، بیشتر از این با اعصابم بازی نکنین. باعث شدین من ایرنا رو بگیرم و باهاش ازدواج کنم. در ضمن چرا باید زنی که من میخوام بگیرم و تو انتخاب کنی؟ تو همش فحش میدی، بعد تو بیرا میگی. سکت! برو بیرون تا مرستون اتره کنده. بگو واسه مرم یه قفه بیارم. بیبی اگه این رویه رو پیش بگیری با دنیز خانومم به مشکل میخوری. تازه من ازدواج نمی کنم. داداش حالا فعلا این داستانا رو بیخیال شو. تو خونه به خاطر این رستورانه شدیدن دعواست. بگو چی کار بکنیم. آیلین جان این فرما رو سری پر کن. خوش اومدی جیران. ممنونم. راستش با خودم گفتم که یه سر بیام اینجا بهتر. خوب کاری کردی. فیلیز راجب جیران که باهات حرف زده بودم. آه سلام جیران، من الان باید برم سر صف، بعدن میبینمت. باشه باشه. همونطوری که قبلا بهت گفتم داریم برای یه شرکت اوتکلون کار میکنیم که بعدش باید بریم برای فیلم برداری. آخه نمیدونم از پسش برمیام. معلومه که میتونی. بشین مراد، موها و آرایش خانم واسه ضبط آماده کن. حواست باشه بعد از ضبط انتخاب داریم. چی که باید بکنیم؟ یه جای دیگه سرمایه گذاری میکنیم، راه دیگه ای نداریم. همینطوره. بعد میگم وقتی نمیخوان اصرار کردن معنی نداره، خودمونو سنگ رو یخ میکنیم. آره دیگه، حرف اوناست. دقیقا. من میگم حداقل یه زنگ بهش بزنیم خبر بدیم. تلفنی نمیشه، زشته. بنده خدا این همه اون روز ازمون پذیرایی کرد. بریم رو در رو صحبت کنیم بهتره. درسته. یه دسته گلم سفارش میدیم. باشه. گل قضیه همینجوری کنده میشه. دقیقاً دقیقاً. بی خودی هم بهش امید نمیدیم. پول لازمه، فکر میکنه قرار از طرف ما پولی بهش پرداخت بشه. بی خودی هیجان زده میشه. دیگه بهتره موضوع رو هر چه زودتر بفهمه. روک باشیم ولی دقیقاً. پس بریم دیگه. باشه، پس قطعی کنسل دیگه. قطعی. باش. چاره‌ای نیست. تصمیم مشخصه، بریم. جیران جان، راحت باش، استرس نگیر. باشه. خوش اومدید. ممنونم. اینقدر زود منتظرتون نبودم. وقتی تماس گرفتین خوشحال شدم. این گلا مال منه. پسر گلا رو بده. این مال شماست. متشکرم. ای بابا این زنه چقدر آشناست. من این از کجا میشناسم؟ خیلی واسم آشناست.
چطور بسر؟ بفرمایید. این چطوره؟ نه من دارم میرم. جیران جان بیا، ما هم داریم عکس‌ها رو نگاه میکنیم. خب چطوره؟ خیلی خوبن، اینجا خیلی فرق دارم، راستش خودم رو نشناختم. واقعا؟ جیران جان ما الان قراره یه جلسه رو با شرکت میذاریم، هنوز چیز قطعی نمیتونیم بهت بگیم، بسته به نتیجه جلسه اونو بعدن بهت خبر میدم، اما خواسته یه دل ما توی اینو بدون. خیلی مراقب پوستوی کلت باش. آره من هر روز ورزش میکنم. باشه پس من دیگه میرم، منتظر خبرتونم. باشه خداحافظ. باشه میبینم اتون. خب این گلا رو چه تعبیری باید ازشون بکنم؟ ما از اینجا خیلی خوشمون اومده. مکان که زیباست، آشپزخونه شمالیه، قدر قویی داریم. جمع‌آوری این اکیپ کار خیلی سختیه. ما هم همین حدس رو زدیم. نتیجه فکر ما اینه که یعنی وضعیت مالی شرکت رو کنترل کردیم تا ببینیم که به چه صورتی باید پیش بره. اگه مایل باشین حسابدارمون اطلاعات لازم رو در اختیارتون بذاره. من زیاد از این کارا سر در نمیارم، حساب کتاب به عهده فیراته. باشه من با آقای ندیم یه صحبتی میکنم تا جلسه رو هماهنگ کنم. خب حالا چی میشه؟ چی میشه نداریم، بعد از این همه تعریفی که اینجا کردیم چی باید بگیم؟ خانمای ما راضی نیستن، ما هم نمیتونیم این کارو قبول کنیم. چی بگم؟ راستش من خیلی دوست دارم تو این کار باشم. منم میخوام، حتی اینکه دخالت میکنن من یه ذره ناراحتم. منم مثل تو. خیر خب پس. خب پس نگاه میکنی ببینیم وضعیت مالیشون اینا چی هست چی نیست. داداش من اینقدر بدم میاد کسی تو کارم دخالت بکنه، خیلی حالم بد میشه. دقیقاً، تو امروز همه کارمون رو خودمون انجام دادیم، از این لحظه به بعد تازه باید از دخترها اجازه بگیریم؟ عجب. با اونا چه ربطی داره؟ یه خبر خوب، آقای ندیم الان میاد. به سلامتی. به سلامتی. امشب میخوایم تو اون یکی خونه بخوابیم، گفتیم یه تستی کنیم ببینیم انرژی اونجا چجوریه. من خونتونو خیلی دوست دارم، برای چی میرین تو آپارتمان زندگی میکنین؟ دنیز من آپارتمان دوست دارم، مگه چیه؟ عجیبه ها، خیلی هم بزرگه، همه چی هم دم دست، امنیت هم داره، مگه بده؟ خونه منم که اجاره بود، خونه فیراتم که اونجا خالی افتاده، چه اشکالی داره؟ باشه نارین گرفتم چی میگی، خودتو ناراحت نکن، تو نگران بچاتی، حقم داری، درکت میکنم. من تصمیم گرفتم موضوع آتیش سوزی رو پیگیری کنم، تو هم باید کمکم کنی. دنیز میدونی که هر لحظه ممکنه با چیزایی که خوشمون نیاد روبرو بشیم، مطمئنی؟ آره ممکنه حق با تو باشه، شاید اتصال فیوز برق بوده، کار سرمت یا هر کس دیگه یه میتونه باشه، اما در هر صورت این حق منه که حقیقتو بدونم، مگه ننارین؟ درسته، اما خودتو واسه نتیجهش آماده کردی؟ حاضرم، اما لطفاً بین خودمون بمونه، کسی نفهمه، به هم قول میدی؟ تو توی این وضعیت واسه خودت پرسنل جدید جمع میکنی، بودجه هم که داری از ما هم چیزی نمیخواد. خیلی خوب میشه، شرکتت هم افتتاح کن و کارتو شروع کن، آخر هفته هم دمیر و سرکان میان با هم بقیه موضوع رو حل میکنیم. بله بله، کارا رو ما آماده میکنیم، برنامه ها رو هم که براتون فرستادم. باشه پس من منتظرتونم. باشه کمال، خسته نباشی، خدافظ. شما فعلا برین، راجب موضوع اصلو حرف میزنیم. خیلی خوب، میبینم اتون. چی شد؟ تو اصلو کار گرفتی؟ نه بابا چیزی نیست، مجبوریم شعبه شمالی باز کنیم. منم رستوران رو دیدم، از نظر من هیچ مشکلی نیست. خب میگم منم میتونم نظرمو بگم. علی انگار حالت بهتر شده، بگو ببینم. داداش به نظرم اون خانومه نمیشه.
چرا؟ داداش زیادی من کلاسه، مشکل ساز میشه. اجه که اینطور نیست داداش، شنی که آدم باید ساده و مظلوم باشه، با همچین زن خوشگلی نمیشه. هرچند که میدونم تو دلتون چیزی نیست، اما خب شیطونه دیگه، گول میزنه و اون وقت دیگه بیا و درستش کن، درد سرساز میشه. علی من نمیذارم همچین چیزایی مسخری جلوی پیشرفتم رو بگیره. میدونی که بعدش چی میشه؟ علی این موضوع دیگه خیلی مهم شده، از سر لجبازی شریک میشین، بعدش هم شکست میخوریم. خب داداش اون موقع زنده داشت حمله میکنن و شما باز دنبال سوراخ موش بگردین تا قایم بشین. از من گفتن، حالا دیگه راحت شدم، هرچی خواستم و گفتم. باشه داداش منم برم، میخوام زودتر برم چون میخوایم تو خونه من مستقر شیم. تو خونه هم هیچی نیست، نارینم به کمک من احتیاج داره. با چرا؟ میدونی که از این ماک میترسه، حقم داره. خب بچه که بزرگ میشه نگرانیش هم بیشتر میشه. فعلا خداحافظ. خداحافظ، میبینم ات. راستی تو به وکلا زنگ بزن بگو تا آخر هفته قرارداد آماده کنن. به آهو هم زنگ بزن این خبر رو بهش بده. باشه باشه باشه، خداحافظ. خداحافظ علی. جانم با خودم گفتم بیام دنبالت. برنامه چیه؟ میشینم روبروت حیرت زده زال میزنم به چشا. تو هم حتما یک کاری پیدا میکنی که انجام بدی. باشه قبول. جنگ نداریم؟ نداریم. بله خودم. بعد غذا دعوتش میکنم خونه، میگم بابا تو کار من دخالت نکن، منم آدمم، دلم میخواد دیگه، دارم دیوونه میشم. اگه سیری بزنه چی؟ نه بابا اون بیشتر از من هیجان زده است. واسه چی بزنه؟ البته معلوم نیست، وقتی کار به اینجا برسه ممکنه سوء تفاهم بشه. خودمو نباید زیاد مشتاق نشون بدم، اما باید راضیش کنم. خدا چی دارم میگم من؟ علی بیا اینجا ببینم تو فکرم چیزای عجیب غریبه. یه تیکه فقط غور میزنی، اعصاب به هم ریختی. خب از اون مدیرات میپرسیدی که زنداداشا کدوم رستوران دوست دارن، از چه شرابی خوششون میاد، از اونا میپرسیدی، چرا ازشون نپرسیدی؟ بشین ببینم. بشین ببینم. خیره ایشالله شاخ شدی، رفتاره عجیب غریب میکنی. بشین بسر. منظورت از شاخ شدن چیه؟ تو مشکلت چیه؟ چه مشکلی؟ چشم رو بد بازی میکنه. چشمم رو بازی نمیکنه. آره خیلی این روزو خستم میکنی داداش. مگه چی شده؟ اینطوری خوبه؟ خوبه؟ فیرات عزیزم چرا انقدر دیر کردی؟ دست گل خوش آمدی. ببخشید راجع به این رستوران با حسابدار جلسه داشتیم. مگه قرار شد بگیرینش؟ آره مگه قراره تو مسئله کاری هم دیگه دخالت کنیم؟ نمیشه بدون اطلاع هم دیگه بخوایم کاری رو قبول کنیم؟ نه به نظرم ما از اون زن و شوهرها نیستیم. هی خانم میدونی من چقدر دوستت دارم و هیچ چیز از این برام مهمتر نیست. نیست، اما یه روز این حرفتو یادت میندازم، فراموش نکن. خب اینم واسه شادی است. بله آره آره ثبت نامش انجام میدیم، خواهرمونه. خیلی خوبه. شادی اومد. یه شیشه شراب. بله قربان.
فراموش نکردی؟ یعنی چی؟ معلومه فراموش نکردم. وای آبجی اینجا چقدر قشنگه، من دیوونه این خونه شدم. خب پس از خونه امشب یه تست بگیریم، اگه راحت بودیم زود جا به جا میشیم. وای خدا، داداش فیراد کی میتونه اینجا رو نپسنده؟ منم هر روز پا میشم میرم پیاده روی. شادیه سالن ورزش هم داره، استخرم داره. اوف. خیلی خوب، بیام بشینیم. آخیش میخوام امشب حسابی خوش باشیم. خوبه از غذاها انتخاب کن ببینم، تو همین لپتاپ تو روشن کن ببینیم توش چه خبره. ولی من یه چیز کم چرب و کوچولو میخورم. چرا؟ میخوای از 32 کیلو بشی 20 کیلو؟ واسه چی؟ واه، خب چاقم دیگه، از همه جام چربی زده بیرون. در ضمن راجب کدوم لپتاپ من حرف میزنی؟ مگه من لپتاپ دارم؟ بازش کن خانوم، رو میزه. شوخی میکنی؟ باز کن، باز کن. باورم نمیشه این لپتاپ خریدی برام. وای باورم نمیشه. تازه کلاس کامپیوترم ثبت نامت کردم، فردا شروع میشه. چطوری آخه، این مدرسه باید برم کلاس؟ بله خانوم، از پایه شروع میکنی. با این خیلی قشنگه. داداش فیراد خیلی شرمنده هم کردی، آخه این گرونه. تو هم منو شرمنده میکنی. دوست دارم کامپیوتر رو فول فول بشی، باشه؟ باشه، آره حتما. وای خیلی قشنگه. اون وقتا داستان فرق میکرد. حکمت کازم واسه پیدا کردنه یه لقمنون کمکم میکرد، اما قلادم رو هیچ وقت ول نمی کرد. سر صفرش اون یکی پسرش می شست. من پسر تاریکیاش بودم، فیرات هم پسر دردونش بود. اون واسه مدیریت بانکا تربیت می شد، منم مسئول پولای خرافش بودم. دنیز، من شبی که مامانم مرد فهمیدم حکمت کازم پدرمه. من و فیراد دوتا داداش بودیم، همون موقع که ما دوتا دشمن خونی هم دیگه بودیم، خونی که تو رکامون بود ما رو تبدیل به دوتا برادر واقعی کرد. خیلی عجیبه نه؟ مثلا الان داریم غذا میخوریم، شراب میخوریم، راجع به ازدواج صحبت میکنیم. اون وقت یه ماه پیش بدون این که پشتنم رو نگاه کنم ازت فرار میکردم، حالا هم به پات افتادم. تو هم دختر دیوونه ای هستی، ازت میترسم دنیز. از دست دادن تو، اونم به خاطر گذشتم، خیلی منو میترسونه. تو، من به عشق و دلبستگی تو احتیاج دارم، با کسی دیگه این نمیتونم زندگی کنم. دنیز منم نمیتونم زندگی کنم، نمیتونم زندگی کنم. از خواب و خوراک افتادم، 24 ساعت شبانه روز به تو فکر میکنم. بدون تو نمیشه دنیز. بیا سر خونه زندگیت. چیز کنی میدونی؟ ازدواج کنی؟ ازدواج کنی؟ اون روز فرصت نشد، داستان آتش سوزی پیش اومد. خوب شد من تو رو پیدا کردم. ببخشید. بفرمایید.
شب بخیر آقای سرمت. من یه چند روز میرم مسافرت خارج از کشور. اگه امکان داره قبل از رفتنم بنده قراردادو تنظیم کنیم تا یه مقدار جلو بیافتیم. البته اگر اشکالی نداره. میشه. الان یکم گرفتارم، وقت ندارم. فردا با فیلات خدمت میرسم. قبل از اومدنم باهاتون تماس میگیرم. خدافظ. آهو خانم بود. پس شما هم کارو قبول کردی؟ آره. من نمیخوام. دلیل؟ همینطوری عزیزم، نمیخوام. دنیز جان، همینطوری که دلیل نمیشه عزیز دل من. خب پس بیا با هم یه قراری بذاریم. باشه، بذاریم. از این به بعد تو کارای من دخالت نکن. تو هم تو کارای من دخالت نکن. تو کارای هم دیگه فضولی نکنیم. اندازه این فضولیه رو هم تعیین کنیم بد نیست. من حد و مرزی ندارم، میدونی که. باشه، من قرار داده و تنظیم میکنم. حد و مرزشم کاملا مشخص میکنم. قرار داد؟ ببخشید، کدوم مردی واسه اینکه تو کارای زنش دخالت کنه قرار داد امضا میکنه؟ کجا همچین چیزی دیده شده؟ مگه چیه؟ خیلی منطقیه. من میخوام همه چی واضح باشه. نه تو کارای من دخالت کنی، نه من تو کارای تو. همین. ببخشید، اما من برای همچین چیزی نمیتونم قول بدم. بعدن دروغ میشه. وای، خیلی خوردم. کمک، دارم میترکم. ای خانوم، ببرمت پیاده روی هضم بشه، خوبه؟ نه نه، نمیخوام، خیلی خوردم. آی داداش فیراد، این یه چیزی شد. شادی، گفتم بلد نیستی دست نزن خرابش میکنی، گوش نمیدی. بده به من ببینم، من خودم استاد این کارام. بده به من. به این دکمه دست زدم. خب نباید این دکمه رو میزدی دیگه دختر، بلد نیستی نکن. چیه؟ جانم دنیز، چی؟ چی شده؟ گریه نکن، نمیفهمم چی میگی. سب کن ببینم کجایی. باشه، خونم. پاشو بیا، منتظرم. بیا اینجا، بیا اینجا. باز چی شده؟ هیچی، باز داشت زار میزد. حتما با سلمت به خاطر رستوران بحثشون شده. بگیر، اینا ما رو با این عشق و عاشقیشون کشتن. آرامش نداریم که از دست اینا. من که اصلا حوصله ندارم، میرم بخوابم فعلا. باشو، منم نمیتونم تحمل کنم. یه دقیقه صبر کنین فیرات. شادیه، حداقل اینا رو جمع میکردین. اینجا رو جمع و جور کنید یه ذره. یه سلام، شما کمک کنید. عجب، اینا دیگه کیان؟ همه کارا رو من باید بکنم. داداش چی شده؟ با زن داداش مشکلاتت حل شد؟ نه بابا، گیر داده. نمیشه که نمیشه. نفهمیدم مشکلش با این زن چیه. میخوام یه چیزی بهت بگم. این دارم دیوونه میشم. این زن به نظرم خیلی آشناست. مطمئنم عقب میشناسمش. هم حافظت عین حافظه کامپیوتر میمونه. از کجا یادت میاد؟ نه بابا، این حرفان چیه؟ اونطوریام نیست. اما این زن خیلی برام آشناست. وایسا یادم بیاد بهت میگم کجا دیدمش. مطمئن باش. میخواد قرارداد بنویسه. یکی نیست بگه سرمت خر از دهات خودت زن میگرفتی. همون چه عقدش میکردی تموم میشد میرفت. حال روزمو ببین، عاشق شدم، افتادم وسط اقیانوس، حالا دارم با شیراب خفه میشم. نه بابا، اونم نیست. کی نیست؟ اون زنه دیگه داداش. تو هنوز اونجایی؟ آره، بالاخره یادم میاد کیه. اینجوری هم نمیمونه. آخه چیزی هم نیست که بشه فراموشش کرد. نمیدونم چرا یادم رفته. خیلی پر رویا. چه ربطی داره؟ همش دنبال اینی قهر بزنی سیبیم. چطوره؟ عاشق آدم لات شدن چطوره ها؟ مثل تو فیلم ها فانتزی نیست. نه؟ نمیتونه باشه. به همه چی گیر میده. اون وقت اگه من بهش گیر بدم دیوونه میشه. بهش گفتم خب باشه، بیا یه قرارداد بنویسیم. نه تو کارای من دخالت کن، نه من تو کارای تو دخالت میکنم. اوه، قیامتی به پا کرد که بیو بدی دیگه. این آدم از اول همینطوری بود. پولت زده؟ خب دیگه چی؟ اینو باید بدونی، باید قبول کنی. دنیز جان، سرمت تو همه یه کاری تو دخالت میکنه. چطوره؟ تو رویاها دنبال همچین چیزی نمیگشتی نه؟ حالا که دیدی اینطوریه. واقعیت همینه. حالا میبینی میشه یا نمیشه. مثل اینکه یادت رفته من چه سرتقیم. بلایی به سرش بیارم. نه اون تو کارای من دخالت میکنه، نه من تو کارای اون دخالت میکنم.
خیلی خوب دیگه. بسه. بی خودی نه منو خسته کن نه خودتو. بیا بگیر رو این کاناپه بخواب. هر چی باشه صبح باهاش آشتی می‌کنی. بی خودی وسط منو خراب کن. آره، عمرن. امشب دستم کرد. اون روز فرصت نشده بود بهم بده. وای دنیز، تو قراردادتو یه طرفه بستی، بی خود تلاش نکن. دو روز دیگه قیافه تو هم دیدن داره. خوب خودت هم دیدی چطوری اون زنه رو نگاه میکردن. چی کار میخوای بکنی؟ اینطوری میخوای مقاومت کنی؟ آره خودشه، اون زنگ زده. بله. کجای خونه نیستی؟ خونه این آرینم. چی شده؟ دارم میام. کجا میخوای بیای این موقع شب؟ همه گرفتن خوابیدن. دارم میام دیگه. دیوانه. چی شده؟ برای چی اومدی؟ واسه چی نگم؟ ای بابا، یه قهوه درست کن. دیگه چی؟ یه لیوان آبم بیار. حتما. در نمیارم. صبح اول صبحی چرا منو کشید اینجا؟ چطوره؟ خیلی قشنگه نه؟ آره قشنگه. خب خب نداره جان، اینجا برای ماست. واسه ما؟ آره. مگه اینجا میخوایم چیکار کنیم؟ قبلا بهت گفته بودم که همیشه یه همچین جایی رو تصور میکنم. اینجا گالری ماست. گالری؟ آره، اگه بپسندی هم میتونه خونمون باشه هم استدیو. اصلا باورم نمیشه. فهمیدم، تو به تقییم ددامه بده. باشه فعلا خداحافظ. داداش این یارو پسره بود، همون داستان تقییم ایرما. اگه خبر بدیه اصلا نگو. یه ذره خبر بدیه، واسه جان یه خونه پیدا کرده. الانم داره خونه رو به جان نشون میده. داداش خیلی جرأت داره، اصلا ازت نمیترسه. ترسیدنش که میترسه، اما پشت این داستان یه چیز دیگه هست. اونجا رو براش دنیز خریده. دوتا خواهری ها میخوان لج منو در بیارن. از قراردادش معلوم بود که داستان چیه. تا لحظه که عروسی نکردیم باز گول بخوری؟ یعنی باید اینجوری نشون بده که گول میخوری. باشه باشه، من بعد توی چی دخالت نمی کنم. اگه اتفاقی هم افتاد خودت حلش کن. باشه، دمت گرم. نشونتون میدم.
باشه، دخالت نمی کنم. تو هیچی دخالت نمی کنم. غذا حاضره، بیا این سر شام. پسرم برو دستاتو بشور. تو هم همینطور دخترم. تا حالا تو زندگی من قدر عاجز نبودم. این همه اصرار کردم به دختره که ازدواج کن، یارو سگ از آب در اومد. اگه نمی کشتمش چی می شد؟ هیچی، باز می رفت سراغ شادی و یه بلایی سرش می آورد. یه جورایی مجبور بودم. رجب جان تو رو خدا اون قیافه رو نگیر. پاشو بیا بشینیم سر میز، یه لقمه غذا بخوریم، این بچه هم دلشون خوش بشه. پاشو دیگه، سوپتو کشیدم. بابا امشب هم غذا نمیخوره؟ میخورم پسرم، میخورم. تا سوپاتون یخ نکرده بخوریم. به خدا از صبح تا رنگه هرس خوردم، هیچی نخوردم. نه بابا نخوردی؟ پس دست نزن. راستی شنیدم دیشب که اینجا مونده بودی خانم وکیلم قرارداد ازدواج رو داده امضا کردی. ولی من یه چیزی بهت بگم، اینا وکالتشون بده ها، سرت کلا نری یه موقع. خوب فکرتو بکن. اصلا کجاش میخواد سخت باشه؟ چی میخواد بشه؟ از این به بعد تو هیچ مسئله دخالت نمی کنم. اون دخترم همین ازم میخواد، اصلا دخالت نمی کنم. مثل اروپایی ها. آی من اروپایی زندگی کردن تو. نخور دیگه پسر. چرت و پرت نگو. آخه این آدم تا حالا پای کدوم یکی از قراردادایی که بسته بوده؟ حالا ببین میمونه یا نم، هرچند کلام با چشمای خودت میبینی. بعدش مام همون جایی رو که دیده بودیم برای جان اجارش کردیم. گالری رو ایرماک میچرخونه. جانم یه جایی اون پشت مشتا برای خودش درست میکنه. نرین جان ببخشید، از روز اول خستت کردیم، اما فیرات اصرار کرد گفت شام با هم بخوریم، منم یه چیزایی گرفتم اومدم. با این حرفا چیه سرمه جان؟ خونه به این بزرگی، ما هم دوست داریم با هم همه چی تقسیم کنیم، مگه نه عزیزم؟ آره کاملا همینطوره، راست میگه، درسته. اینا بدون روغنه، تو از اینا بخور. ولی واقعا راحت شدم، جدا خیالم راحت شد. طفلکی بچه یه مدت اینجا بود یه مدت اونجا، منم براش وسایل خریدم. منم اینا رو خیلی دوست دارم، بیشتر از غذا. هم خوشمزه است، هم اذیتت نمیکنه، هم سبکه، هم بدون روغنه. عاشقشم، دیوونه‌شم. آره داداش تو خیلی کار خوبی میکنی، چون فرانسوی هم دقیقا همین کار رو میکنن. منطقی هم نه؟ سرم جان از شراب خوشت اومد؟ عالیه، طعمش فوق‌العاده است. نمیدونم از کجا خریدین. از این یه کارتون واسه من بگیرید بذارم خونه. باشه باشه باشه، من برات میگیرم، تو اصلا نگران نباش. انگار واسه من همه چی تموم شده بود. اگه چند ماه دیگه اوضاع همینطوری ادامه پیدا میکرد اینجا برام خیلی مشکل میشد. اما یه دفعه ای جفتشون به دادم رسیدن، هم اینجا رو از دست ندادم، هم دوتا شریک قابل اعتماد پیدا کردم. به کمک فیرات کازان نجات پیدا کردن خودش شبیه یه معجزه میمونه. هنوزم مثل قدیم و خوشتیپه، متأهله و خیلی خوشبخت، به زودی هم داره بابا میشه. سیبل جون متاسفم که اینو بهت میگم، اما جفت شریکام صاحب داره. حیف شد. بعد از هالوک انگار منم با اون خاک شدم، درست مثل داستانه مصری قدیمی. زنده ام یا مرده اصلا معلوم نیست. خیلی وقته که دیگه احساس زن بودنمو از دست دادم. فراموش کردم که هر روز صبح از خواب خوشحال بیدار نمیشم. فکر کنم از فیرات توقعی داری. معلومه که از فیرات کازان توقعی ندارم، ولی وقتی میبینمش حالم یه جورای خوب میشه. مدت ها بود که اینجوری هیجان زده نشده بودم. شادیه؟
بله داداش فیراد. چه خوب، میبینم که خیلی زود جا به جا شدی. خب وقتی آدم مسیرش کم باشه اینجوریه دیگه. چرا امروز نرفتی کلاس؟ چیز شد نتونستم برم. بعدشم داداش فیراد اینا دهم به دقیقه میخوان بهت آمار بدن که امروز اومد امروز نیومد. ببین داداش فیراد من اصلا حوصله این چیزا رو ندارم. شادیه من تو رو خیلی وقته که میشناسم، مگه نه؟ آره خیلی وقته. خیلی خوب، اما تا به حال باهات این صحبت ها رو نکرده بودم، شاید الان دیگه وقتشه. تو تا به امروز کسی رو نداشتی که بهش اعتماد کنی و تکیه کنی، اما خودت هم خوب میدونی که از این به بعد قرار نیست اینطوری باشه. ببین من و تو و خواهرت و دخترمون که تو راهه میخوام همگی با هم یه خانواده تشکیل بدیم. حالا دخترمون یواشتر بگو. باشه خب پسرمون، اما تشکیل یه خانواده خوب شرایط خودشو داره. به نظر من اولین شرطش اینه که با هم صادق باشن، یعنی اعتماد کردن. قولهایی که داده میشه تو هر شرایطی بهشون عمل میشه. اول از همه خواهشان یه تغییراتی به خودت بده، یعنی من میخوام به عنوان یه برادر بهت کمک بکنم، ولی تا وقتی که اجازه ندی نمیتونم. خیلی خوب باشه، الان بگی راحت بخواب ولی به حرفم فکر کن. باشه قول میدم. خیلی خوبه. خیلی خوب پس کارتو بکن بگی بخواب. باشه فردا با هم صحبت میکنی. در ضمن به دکمه این لپتاپم دیگه دست نزن، تا کلاس نری نمیتونی یاد بگیری. خوب بخوابی. اینو از طرف شهرداری چک شده دیگه، به مشکل نخوریم. تمام مجوزا کنترل شده، خیلی دقیق بازبینی شده. ما پامونا رو چوب پوسیده نمیذاریم، یاد نگرفتی به ما اعتماد کنی. داداش از کنترل کردن که ضرر نمیکنی. جعبه ها رو بذارین اونجا، اونم ببرین اون پشت. بله آبجی جونم. شادیه پس تو کجایی؟ مگه قرار نبود امروز به من کمک کنی؟ آبجی جون من که بهت گفتم امروز صبح کلاس دارم، میخوای ول کنم و بیام؟ نه نه خیلی خوب باشه، پس به درست برس، شب میبینمت. فعلا خدافظ. باشه آبجی جون میبینمت. اینجا مگه آتلیه جان نیست؟ تو این فیلم ها رو از کجا پیدا کردی؟ این دوربین مدار بسته یه شرکت بغلیه. صبح روز آتش سوزی. خوب نگاه کن. این ایرماهه. اینم نیم ساعت بعدش. اینم 10 دقیقه بعدش. نیست. پاشو پاشو بریم اول اونو پیدا کنیم. پاشو پاشو بریم. سلام، شما این آدمو میشناسی؟ بله، محسن امروز اینجا نیست، یکی از فامیلاشون مریض شده رفته شهر خودشون. واسه چی دنبالشی؟ چیزی شده؟ ما وکیلیم، میخواین به دولت کمک کنید؟ متوجه شدم. محسن که اومد با من یه تماس میگیری؟ بله حتما. ممنون. خواهش میکنم. بفرمایید. مرسی. ایشالله که خیره.
خیر ایشالله. هوا سرمت بفرمید. ایشالله خیره. ممنونم. خب شرکاتون رو یه قهوه مهمون میکنین دیگه. با کمال میل. اسپرسو درسته؟ لطفه. یه اسپرسو و یه قهوه ترک بیاری. ممنون. فیراد جان صبح به این زودی کجا داری میری؟ رستوران رو خیلی دوست دارم. سرمید میاد میشینیم راجع به کار حرف میزنیم. یه سری از این کارا و از این حرفا دیگه. چه خوب. شادیه تو چرا این شکلی شدی؟ کلاس دیر نشده؟ دیرم نشده چون همین الان دارم میرم. میبینم اتون. خدافظ. وایسا ببینم چند هفته از همش داری هویج و سالاد میخوری. بس دیگه ول کن این رژیم و لاغر مردنی شدی. باش آبجی جون میبینم ات. وای هی میگن ایرماک ایرماک ولی همش قصه است. اینو میگن تا من نتونم شادیه رو واسه اسباب کشی ببینم. آره بله داداش علی. ماسکه گفتی داداش. چه خبر؟ همه چی خوبه؟ آره خوبه. همه چی خوبه. چرا چیزی شده؟ نه چیزی نشده. گفتم که صدا تو بشنوم. دلم واسه تنگ شده بود. همه چی رو به راه دیگه. ممنون از این که زنگ زدی. اما میدونی چیه؟ من یه خورده عجله دارم. باید برم کلاس. بعدن زنگ میزنم. باشه. بله جیران جان مژدگونی منو بده که میخوام بهت خبر خوب بدم. نکنه انتخاب شدم. آره تو رو انتخاب کردم. خیلی ازت خوششون اومده. ببین گوش کن عکاسی فردا صبح زود ساعت 8 یه سر بعد از ظهر بیا اینجا تا قرارداد با هم امضا کنیم. باشه باشه میام. یعنی فکر کن که نیام. وای فیلیس جون واقعا لطف کردی. خدایا تو خیلی بزرگی. خدایا من دیگه پولدار شدم. وای خدا پولدار شدم. دیگه تموم شد. دیگه همه چی حالی میشه. تموم شد. وای خدا. وای خیلی خوشحالم. وای یعنی اینا چقدر بهم پول میدن. آخه اینا چقدر بهم پول میدن. وای خدا هیجان زدم. رجب تو چی کار کردی باز که تفنگ خریدی رجب؟ مامان میشه کارتو نگاه کنی؟ بریم بریم نگاه کنی دخترم. منم الان میام. الو نارین دخترم، امروز باید هر جوری هست تو رو ببینم. این روزا بابات خیلی تو خودش نگرانشم دخترم. آخرین بار دیدم با علی دارن پچ پچ میکنن. بابام با علی چی کار میتونه داشته باشه؟ از کجا بدونم دخترم؟ ولی میدونم که یه ریگی به کفشش هست. اون روز که ظفر از پنجره افتاد بابات غیبش زد. بعدش سرکله یه آدمی پیدا شد که آمار باباتو از این و اون میگرفت. بابات تا اینو شنید باز قایم شد. خدایا خودت بهم صبر بده. خب بعدش من رفتم بانک پول بکشم، کل حسابو خالی کرده بود دخترم. نارین نکنه باز قماری چیزی شروع کرده باشه. چند وقت پیش اومده بود شرکت گفت وضعم خرابه یه ذره کمکم کن. همین. کی این اتفاق افتاده دخترم؟ چرا به من نگفتی؟ به کل فراموش کرده بودم. همون موقع ایرما تلفن کرد که آتیش سوزی شده. هول هولی رفتم اونجا. نمیدونم حتما پول میخواست. 100% دوباره قمارو شروع کرده. خدایا چی کار کنم اگه دوباره رفته باشه سراغ قمار؟ خیلی پولمون زیاده. اینم میبره همه رو به باد میده. نارین تو رو خدا یه فکری بکن. من که عقلم به جایی قد نمیده. نه ترس خاله جون نه ترس. عجبا پس من اینجا چی کارم؟ یه فکری میکنم. تو فعلا اینو بگیر. خب نارین جان
این چه کاریه داری میکنی؟ مگه من این چیزا رو برای این تعریف کردم؟ کیفتو بذار کنار. خاله جون اشتباه برداشت نکن. نارین جان میشناسمت، نمیخوام. اگه لازم داشتم خودم بهت میگم. مرسی عزیز دلم. باشه. راستش میدونی من برای چی اومدم؟ تو خونه پیداش کردم. چیه خاله جون؟ تو کمد قایم کرده بود. اتفاقای خوبی نمیفته نارین. من زیر بار این مشکلات نمیدونم دیگه باید چی کار کنم. من یه فکری واسش میکنم. اینو یه جا قایم کنیم. نگران نباش. ببخشید دنیز داره زنگ میزنه. الو نارین، صندوق داره داروخانه زنگ زد. یارو برگشته. چی کار کنیم؟ کی بریم اونجا؟ دنیز جون الان که خب دیر شده. دیگه بیخیال، تو فردا صبح بیا دنبالم. سری با هم میریم اونجا. باشه؟ باشه عزیزم. باشه. منم دیگه برم دخترم. بچه ها الان از مدرسه میرسن. تو هم کارو زندگی داری. باشه هر جور راحتی. خاله جون بیشتر از این خودتو ناراحت نکن. باشه. من خودم به موضوع بابا رسیدگی میکنم. ممنونم. یه راهی پیدا میکنم. بچه ها رو از طرف من ببوس. تو هم شادیه رو از طرف من ببوس. باشه. شادیه جان اینا همش اشتباهه. من هرچی میگم باید همونو گوش بکنی، وگرنه نمیتونی امتحانتو پاس بکنی. خب چی کار کنم؟ مغزم نمیکشه. یعنی چی مغزم نمیکشه؟ وقتی روزی 400 ورزش میکنی معلومه دیگه نمیکشه. مگه داری واسه المپیک خودت آماده میکنی؟ بابا ورزش کردنم ممنوعه. نه عزیزم ورزش تو بکن، نمیگم که ورزش نکن. اگه واقعا اون خونه رو ایرما که آتیش زده باشه چی؟ دنیز چی کار کنه؟ چطوری از پس این مشکل برمیاد؟ نکنه اون دیوونه واسه ما هم یه نقشه هایی توی سرش داره. نباید استرس بگیرم، به بچه استرس میدم. دنیز تو واقعا فوق‌العاده ای. از صبح تا حالا درگیرم اینجا رو چجوری رنگ کنم. خیلی خوبه. از خستگی یادم رفت غذا بخورم. جان اصل کارمون تموم شده. خیلی قشنگ شده نه خواهر جون؟ خیلی ایشالله. چند روزه چرا تو قیافه ای؟ چرا با ترحم به من نگاه میکنی؟ نکنه یه بیماری لاعلاج گرفتم که نمیخوای به هم بگی؟ آره ما یادمون رفت بهت بگیم. عمر تو داره تموم میشه، کم مونده بری دیار باقی. غذا تو بخور. ما با هم قرار داد بستیم و قول دادی. نگران نباش، مشکلی نیست. من فقط اومدم ببرمتون شام بخوریم. میخوای بشینی اینجا اینا رو بخوریم؟ بابا ما دیگه رستوران داریم، نیازی نیست که غذای حاضری بخورین. شما هم بیاین دوست جان، بفرمایید مهمون ما باشین. هر موقع خواستین هر چیزی خواستین میتونین بخورین، میز آماده است. اونجا دیگه رستوران خودمونه. برو دنیز. من رو پیشنهادم وایسادم. برای تو هم خیر باشه ایشال، خدا یارت باشه. مرس. بفرمید. شب بخیر. عجیبه. من که اصلا باورم نمیشه، انگار تو توهمم. واقعا عجیبه. خیره همشهری؟ چی خیره؟ میدونستی این دامنه خیلی بهت میاد، خیلی خوشگل میشی، همیشه همینه بپوش. چیت شده؟ خب خوشم اومده، چی کار کنم؟ نمیتونم تحمل کنم، چی کار کنم؟ سرمت دیوونه شدی یا چی شده؟ شیطون رفته تو جلده؟ چی خوردی سرمت؟ اصلا معلومه چی داری میگه دیوونه؟ ببخشید دنیز خانم، کسی که این دامنو میپوشه باید عواقبش هم تحمل کنه. سری منو برسون خونه، زود باش حرکت کن. بعدش هم
رستوران نمیری، مستقیم میری خونه. فهمیدی چی گفتم؟ ببخشید، اما تو قرارداد اومده من هر جای دلم بخواد میره. یه کاری میکنم اون قراردادو درسته بخوری. وقتی عصبی میشی خیلی خوشگل میشی. آی آی سرمید، آی دنیز دیبونه. دنیز چیه اینطوری خوبه؟ دنیز دنیز دیگه منو دوست نداره. وا چرا؟ وا تو ماشین اینطوری به پاهام نگاه میکرد، میگفت مینیشو به هم میاد و خوشش اومده و از اینجور حرفا میزد. دنیز جون عزیزم گوش کن، به عنوان یه زن شوهردار باید یه سری چیزا رو بهت بگم. بعضی وقتا وقتی یه زن یا یه مرد از همدیگه خوششون میاد، یه سری چیزا بینشون پیش میاد، طبیعیه. آخه خوب شد تو هستی که بهم یاد بدی. نمیفهمی چی میگم؟ میگم دیگه دوستم نداره. چرا حرفمو نمیفهمی؟ دیگه به جان حسودی نمیکنه. مینیشوب میپوشم چیزی نمیگه. هر جان دلش بخواد میره. چون عجیبه ها، خودت خواستی اینطوری بشه. مگه خودت نخواستی ها؟ تمومش کن. اوف. نه حسابم به حد کافی خورد هست. خدا میدونه الان بریم چیا میشنویم. زود بریم. دنیز میگم میخوای نریم؟ نه نه باید بریم، برای همه چی آمدم. خیلی دستم ناراحتی نه؟ من عادت دارم. تو کشور ما مردا اینطوری هن، غیر قابل اعتماد. به خاطر همینم دوست داشتم. اما تو هم فرقی نداری. نگران نباش، با آقا سربت حرف زدم، قرار شد که برم تو رستوران کار کنم. تو مجبور نیستی با من ازدواج کنی، مجبور نیستی منو ببینی. ساتیانا این چه حرفیه میزنی؟ دختر اینجا خونه ی تو، چه رستورانی؟ دیوونه شدی؟ دیگه نگی یا دوست ندارم بشنفم. غم انگیزش نکن، من خوبم. یعنی چی غم انگیز نیست؟ من دارم غم تو رو میخورم. اون چشاتو میبینم قصه میخورم. پنجاه تا؟ آره آبجی، از همینا 50 تا، مطمئنم. چون که مال مغازه تموم شده بود از انبار رفتیم آوردیم. آبجی گفت بخواد بره ویلا، اونجا هم اینا رو گیر نمیاره، همینطوری گفت. به خاطر همین گفت یه جا بخره. باشه باشه باشه، تو اینا بگیر بیا. به کسی هم چیزی نگو. خیلی خوب باشه، به کسی چیزی نگو. باشه آبجی. گفت 50 تا، خونه رو ایرما یادش زد. آتالیه جون و ایرما یادیش زدی. خدا خوش به ما رحم کنه. آی نوشه جونتون باشه، من تو آشپزخونم میبینم تو. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، همه چی عالیه. نارین تو امشب چیته؟ اصلا به من دروغ نگو که میفهمم. فیرات چیزی هست که الان نمیتونم بهت بگم، باید یکم بهم فرصت بدی. داری نگرانم میکنی؟ امروز خیلی خوب بود، با دوتا نقاش جدید آشنا شدیم.
کارشون واقعا خوشگل بود. راجب نقاشی کلی فکر جدید به ذهن من و جان رسید. خوش اومدین. شما دوتا مگه با همدیگه بیرونم میرین؟ چه خبری مک؟ سلامتی؟ این چه حالیه؟ کسی مرده؟ ایرما که باید باهات حرف بزنی. وای وقتی به تو اینجوری گفت من اینقدر خجالت کشیدم. جدی؟ ببین میخوام آبجیمو دیدم. فعلا با اجازه. بفرمایید بفرمایید. اینجا اینا کیان دیگه؟ این چه وضعیه؟ آبجی جون چیز من واسه تبلیغ یه عطر بازی کردم، اومدیم اینو جشن بگیریم. همین. چی؟ تو تبلیغ عطر بازی کردی؟ یه خبری به دستم رسیده و منم رو حساب رفاقتی که باهاتون دارم گفتم باهاتون تماس بگیرم بهتره. در مورد خواهر همسرتون، بچه‌ها موقع ضبط فیلم تبلیغاتی یه عطر یه خبر به دستشون رسیده که نقش یه زن بدکاره رو بازی میکنه. فعلا جلوی پخش این خبر رو بگیرید. من 10 دقیقه دیگه با شما تماس میگیرم. باشه، منتظر. شادی باز بدون اطلاع ما چیکار کردی؟ فردا صبح قراره به عنوان عطر زن بدکاره تیتر بزنه. چرا این بلا رو سر من آوردی؟ ها؟ مگه من چی کار کردم؟ چی میگی؟ ها؟ همه رو ناراحت کردی. خواهر تو، منو، جانو. ناراحت نشو، خوب میشی. کسی بدیه تو رو نمیخواد. چی داری میگی برای خودت؟ این دریوری ها چیه؟ بازم میخوای به این تهمت بزنی؟ آره؟ ایرماک، میدونیم که خونه ی جانو تو آتیش زدی. اما یا میریم پیش پلیس یا کلینیک روان پزشکی. انتخاب به خودته. واقعا خیلی ناراحتم. ما الان حرکت میکنیم، میریم همون جایی که خودت انتخاب میکنی.